الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله الحكيم في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. با عرض سلام و ادب خدمت شما خواهر و برادر عزیز که برنامه ایمان لایف را به صورت زنده در سطح آمریکا و کانادا از طریق ستلایت و در سطح اروپا و آسیا از طریق باکس های جادو یا جی الویس و اینترنت مشاهده می‌دارید. در چند هفته که برنامه ها به شکل تکرار پخش شد به خاطر سفری بود که خداوند نصیب کرده بود، سفر مقدس حج که الحمدلله به سلامتی و صحت گذشت و خدا را شکر میکنیم که این افتخار را نصیب ما فرمود که در خانه کعبه مبارکه و در عرفات و در اماکن مقدسه ای که در مراسم حج لازم است شرکت کنیم شرکت نمودیم. و طبعا برای همه عزیزا و خواهرها، خاصتا برادرها خواهرایی که با تلویزیون اسلامی ایمان همکار هستند، سپورت میکنند، کار میکنند، دعاهای خاص خواست نمودیم و خداوند همه شما و خانواده های شما را در حفظ و امان خود قرار بدهد. برنامه های ایمان لایف در واقع برنامه هاییست برای نقد گفته های برخی از برنامه سازهایی که با قرآن سرستیز برداشتند، با پیامبر سرستیز برداشتند و با دین خدا علناً در جنگ هستند. امروز بحث را خواستیم به نوعی از مقام انسان و مقام والای بشر یا آدمیت یا آدم بحث بکنیم و سوره مبارکه، سوره 95 قرآن کریم را که سوره است التین باشه که دارای 8 آیه است، این را به بحث میکشانیم و با روشنی سوره التین و الزیتون، سوره التین، مطالب و موضوعاتی را که برای انسان و برای بشر و برای مقام والای انسان لازمه قرار یافته است با شما در میان میگذاریم و همچنین نظریات و اندیشه های که انسان را در اسفل سافلین قرار می دهد و در انحطاط و در سقوط و سراشیبی قرار داده است، آن را هم در مقایسه با انسانی که احسن تقویم است، با انسانی که در اسفل سافلین است به بحث می کشانیم و بیان می داریم. قرآن کریم اعجاز زیبایی دارد و اعجاز بزرگ قرآن کریم در این است که وقتی پروردگار میخواهد یک موضوعی را با قوت یا با تأکید بیشتر بیان بدارد، به یکی از مخلوقات خود پروردگار یا به یکی از اشیا و آنچه که خود پروردگار خلق کرده است به عنوان بزرگ داشتن و ارج گذاشتن به آن شی، به آن قسم یاد می کند. و در این سوره مبارکه قرآن کریم وقتی می بینیم پروردگار به تین، به انجیر و زیتون که قسم یاد می کند و همچنین به بلد الامین، به مکه مکرمه قسم یاد می کند و این قسم پروردگار به خاطر این است که اهمیت و بزرگی موضوعی که در این سوره به بحث کشانده می شود انسانها و بشر را
و مخلوقات خود متوجه بسازد. هرچند که برای ما انسان ها جایز نیست که ما به غیر الله و به غیر خداوند قسم یاد کنیم، فقط این شایسته مقام پروردگار است که به هر موجودی که خود پروردگار مثل شمس یا واللیل به شب و به آفتاب پروردگار قسم یاد می کند و در واقع این فقط خاصه پروردگار است و انسان و بشر نمی تواند به غیر پروردگار و به غیر خداوند به چیزی قسم یاد کند. در این سوره مبارکه پروردگار می فرماید که قسم به انجیر و قسم به زیتون و قسم به تور سینا و تور سینین و به تور سینا، جایی که به حضرت موسی پروردگار سخن گفت، و سوگن به این شهر امین به مکه مکرمه. یعنی چهار موضوع یا چهار دو میوه یا دو خوردنی باب و دو سرزمین و دو منطقه، یعنی یک کوه سینا و دیگری سرزمین امین و مکه مکرمه مورد قسم پروردگار قرار یافته است. و خداوند می فرماید که یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئتش آفریدیم و بعدا او را به پایین ترین مرحله برگرداندیم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی انسان که در احسن تقویم است زمانی می شود که همون احسن تقویم و مقام والای انسانی خود نگه می دارد و زیبایی و بزرگی و عظمتی که پروردگار برای انسان و برای بشر داده است آن را حفظ می کند، خالق را می پرستد و پروردگار واحد را به خدایی می شناسد، به فرستاده های پروردگار ایمان می آورد، خاصتاً به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به کتاب های آسمانی خاصتاً به قرآن کریم ایمان می آورد و این فرد و این شخص انسان در احسن تقویم است، در بالاترین مرحله امتیازی است که پروردگار برایش داده است. ولی انسان گاهی در بدترین حالت و در انحطاط فکری و انحطاط اندیشه‌ای و انحطاط وجودی قرار می‌یابد، اسفل سافلین و در پایین‌ترین مدارج، حتی از مرحله حیوانی هم پایین‌تر و پستر قرار می‌یابد. و پروردگار در این سوره مبارکه این گونه می‌آورد: آنانی که مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات، مگر آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکی کردند، فلهم اجر غیر ممنون، برای آنها پاداش قطع ناشدنی است، یعنی دوامدار و مستدام است. فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان چی چیز بعد از این همه دلایل و بعد از این همه نشانهای آشکار، چی چیز تو را به تکذیب روز آخرت واداشت، روز جزا واداشت؟ فما یکذبک بعد بالدین، چی چیز تو را واداشت که از روز آخرت منکر شوی و در پسترین مرحله انسانیت و حتی حیوانیت سقوط بداری؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند بهترین داور، بهترین حاکم، بهترین قاضی نیست؟ و باید انسان اعتراف کنه که بله پروردگارا، تو من اعتراف میکنم و اعتقاد دارم، بلا و انا على ذلك من الشاهدین، من قبول دارم که پروردگارتو پروردگار ما احکم و حاکمین هستی، واقعا عدالت تو، واقعا حکم تو، واقعا قضای تو بهترین و عالی ترین و واقعا بالاترین حکم است که پروردگار در حد در حق بنده های خود میداری. در بخش مسائل که به انسان و به شخص ارتباط میگیره و به بشر ارتباط میگیره، شما میدانید زمانی که قرآن کریم بحث خلقت آدم را و خلقت بشر را باز میکنه، میفرماید که ویس قلنا للملائکه اسجدوا الی آدم فسجدوا الا ابلیس. و قبل از او هم وقتی که میفرماید ویس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، سوره بقره آیه 30 تا آیه
35 که قرآن کریم بحث خلقت آدم و سرکشی و دشمنی شیطان را با آدم و با بشر مطرح میکنه و میفرماید زمانی که پروردگار برای ملائکه ها و فرشته ها فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، من میخواهم خلیفه ای در روی زمین بگذارم و ایجاد کنم. قالو اتجعل فیها، در همان زمان ملائکه ها میگویند که آیا پروردگارا میخوای کسی را در روی زمین خلیفه تعیین کنی که من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی را میخوای خلیفه قرار بدی که در روی زمین به فساد بپردازه و مقام انسانیت و مقام بشریت و مقام والای کرامت انسانی را که برایش میده او را به انحطاط و ابتذال بکشانه و یسفک الدماء و خون یک دیگر را بریزانه و تعرض کنه، تجاوز کنه، در قهقرا قرار بده زندگی ها را. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما پروردگارا، ما جمع ملائکه و ما کسایی که هرگز نافرمانی نمی کنیم تسبیح تو را می گوییم و تقدیس تو را می داریم ای پروردگارا. طبیعتا پروردگار می فرمایه که قال اینی اعلم ما لا تعلمون، من می دانم آنچه که شما نمی دانید. و علم پروردگار علم ازلی و ابدیست و خداوند می خواسته که نظر به علمی که پروردگار داشته بشر را واقعا خلیفه خود قرار بده. و در آنجا میبینیم که وقتی که آدم خلق میگرده در آیه 34 میفرمایه برای ملائکه که برای این آدم و بشری که من او را احسن تقویم قرار دادم برای این شما سجده کنید. بحث خود وجود یا جسم انسان با روحی است که در او است. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح را وقتی که پروردگار در وجود انسان میگذاره این روح مقام یا اون شخصیت و اون والایی و بزرگی که در جسم به نام بشر و انسان است او را به بالاترین و عالیترین مرحله قرار میده و به همین حال است که انسان مسجود ملائکه قرار میابه. انسان و بشری که در احسن تقویم است، بشری که پروردگار او را خلیفه تعیین کرده، او مسجود و مورد تعظیم ملائکه قرار میابه. میگه که قرآن کریم در سوره بقره آیه 34 میفرمایه بس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه واقعا فرمان پروردگار را اطاعت کردن و سجده کردن الا ابلیس، مگر آن که با بشر دشمنی داشت و با بشر در نزاع و جدال است و در انحراف و بشر نقش ایفا میکنه که ابلیس باشه. مثل اینکه آدم ابو البشر است، یعنی پدر بشر به نام آدم یاد میشه، پدر شیاطین یا پدر به اصطلاح شیطان ها یا به نام ابلیس یاد میشه است. الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، در همان زمان این سرکشی کرد و با خداوند در نزاع برخاست و استکبار کرد، یعنی تکبر کرد و در مقابل حکم پروردگار و خاله خود سر نگذاشت و فرامین پروردگار را انجام نداد و کان من الکافرین، کسی بود که کفر ورزید پروردگار. کفر در ای آیه مبارکه حتی برای کسایی که تکبر میکنند در مقابل تعظیم پروردگار و تسلیم به امر پروردگار، و به همین خاطر هم از کلمه کفر در قرآن کریم برای هر آن کسی استعمال می شود که به یکی از آن چی که پروردگار او فرستاده است منکر باشد. یعنی من کفر به ما به هر آن چی، کسی کافر شد به هر آن چی که از جانب پروردگار آمده است. از جانب پروردگار پیامبران فرستاده شدند، کسی کافر شد به یکی از پیامبران به حضرت محمد کفر است. کسی که کافر شد به کتاب هایی که فرستاده شده، به هر یک از کتاب ها کسی کافر شده این کفر است. به این خاطر حتی کسایی که نافرمانی پروردگار را در هر یک از احکام پروردگار بکنن کلمه کافر بر اونها اطلاق میگرده. و طبیعتا داستان خود این که آدم و حوا مورد به اصطلاح وسوسه شیطان قرار میابند و شیطان آدم و هوا را
در لغزش می اندازه و اونا را از بهشت بیرونشان می سازه. در آیات 35 و 36 سوره بقره بحث شده و زیباترین بحث در آیات قرآن کریم در این جیست که برخلاف آنچه که در تورات آمده یا در کتاب های تحریف شده قبل از اسلام آمده که این خطا و این اشتباه را و این لغزش را هوا مرتکب شده است، در حالی که در قرآن کریم این به صراحت رد میکنه. قرآن کریم معتقد نیست که این اشتباه یا این لغزش را فقط هوا مرتکب شده باشه، یعنی زن مرتکب شده باشه، بلکه معتقد است قرآن کریم که این اشتباه را هم آدم انجام داد و هم هوا انجام داد. به این خاطر در همه جا قرآن کریم وقتی که بحث لغزش و بحث فریب خوردن از شیطان را مطرح میکنه، در مجموع بشر و انسان را خطاب قرار میده و در مجموع آدم و هوا را با صیغه تثنیه فأذلهما فأخرجهما مما کانا فیه و همین قسم در قرآن کریم در هر جایی که به اصطلاح بحث لغزش و بحث فریب خوردن از شیطان است، هم زن و هم مرد در این سیاق آیات قرآن کریم است. به خاطر ما مسلمانان معتقد نیستیم که علت اخراج آدم یا بشر یا مخلوق یا انسان ها از روی از بهشت زن بوده است یا هوا بوده است. این اعتقاد خلاف قرآنی است و به همین خاطر هم است که قرآن کریم معتقد است که از لحاظ خلقت زن و مرد در خلقت مساوی هستند، ولی حقوق و فرایض هر کدوم و مسئولیت های کدوم فرق میکنه. و در این آیه مبارکه میبینید که در هر جایی که بحث میشه صیغه تثنیه فأذلهما فأخرجهما مما کانا فی قرآن کریم بیان کرده است. به هر حال بحث در این جاست که زمانی که انسان و بشر مورد تعرض و مورد هجوم شیطان قرار میابه و لشکر ابلیس قرار میابه، در اونجی وقتی که از ابلیس پرسان میشه میگه که مرا از آتش خلق کردی و انسان را از خاک خلق کردی، خب دلایل مثل امروز افراد که به اصطلاح انحرافات عقیدتی دارن دلایل خود هر روز میگوین دیگه، در راه باطل هم گفتن دلایل باطل زیاد است. و در اونجی شیطان و ابلیس قسم میخوره و میگویه که یعنی از خداوند هم تقاضایی میکنه که مرا مهلت بدی و مرا به اصطلاح عمر طولانی بدی یا فرصت بدی که تا ما بتوانم به او اهداف پلیدی که دارم برسم و تا روز قیامت مرا مهلت بدی و پروردگار برش این مهلت میده، ولی میگویه که قال فبما اغویتنی و اینجی قسم میخوره شیطان که من به خاطر آنچه که بر من آماده است که مورد طرد درگاه پروردگار قرار میم، به خاطر بشر، به خاطر انسانی که پروردگار او را به احسن تقویم خلق کرده و در اون روح دمیده بود و مقام و بزرگی و والا و عظمت را برای انسان عطا کرده بود، شیطان قسم میخوره که فبما اغویتنی لاقودن لهم صراط المستقیم. آیات 13 و 14 و 15 سوره اعراف فبما اقویتنی قال فبما اقویتنی، به خاطر آنچه که بر من آمده است و من از درگاه پروردگار رانده شدم، لقدن لهم صراطک المستقیم، من بر راه افرادی که برای راست روانستن، آنانی که تبلیغ دین خدا، آنانی که حمایی دعوت الهی رو میکنن، من در راه آنها می نشینم. آنهایی که هم شریک و هم پیاله با شیطان هستن، شیطان اصلا وقت خود به اونا مصرف نمی کنه. به می خاطر هم از که افرادی که اندیشه ها و افکار ضد قرآنی دارن، یعنی اینا خودشان به اصطلاح خدمتگزاران اصلی شیطان، اینها در پروژه های تلویزیونی هستن که بناوی همراه و همکاسه شیطان هستن و شیطان مطمئن است از نایی از اینا حرفی برای گفتن نداره، ولی آمدیم در راه افرادی که میخوان تبلیغ دین خدا کنن و دعوت کنن و صدای حق و صدای قرآن و صدای پیامبر و صدای دین را برسانن،
در راه اینها قرار میگن. افرادی هم پیدا میشن که گول یا اقوای این افراد و این اشخاص را متاسفانه میگیرن. لاقدند لهم صراطک المستقیم، من در راه افرادی که برای مستقیم میخواهند برن قرار میگیرم. و بعدا هم میگه ثم لآتینهم، بعدا میایم من بین ایدیهم، از جلو رویشان، و من خلفهم، و از عقبشان، از پشت سرشان، و ان ایمانهم، و از طرف راستشان، و ان شمائلهم، و از طرف چپشان، و لا تجدو اکثرهم شاکرین. و میگوی خدایا دیگه تو این مردم را دیگر شکرگزار نمیابی، دیگر انسانهایی که در احسن تقویم خلق شده است و در آن روح دمیده شده است و مقام و زیبایی و صورت و سیرت انسانی برشان داده شده است، اینا دیگر شکرگزار تو نیستن، اینا دیگر با تو در جدال میافتن، با تو در جنگ هستن. و امروز هم ایره ما شاهد هستیم که افرادی که با خدا در جنگ هستن، با قرآن ستیز میکنن، با آیات قرآن در ستیز هستن، با پیامبر خدا که فرستاده خداست و رسول رحمت للعالمین است، با اینها در ستیز هستن. و این آیات قرآن کریم در واقع یک روشنی است که انسان را که پروردگار در احسن تقویم خلق کرده است و به خاطر بزرگداشت از مقام انسان و به خاطر تجلیل از شخصیت گرامی بشر و آدم و انسانی که پروردگار در روح دمیده است و این موجود خاکی را و این موجودی که شما میدانید زمانی که تا زمانی که انسان در حیات است یک موجود بسیار یعنی مورد علاقه می باشه، اگر برادر داره یا خواهر داره یا پدر داره یا مادر داره یا همسر داره، چقدر به همدیگر عشق می بردن، چقدر همدیگر دوست می داشته باشن، چقدر از زیبایی ها یک دیگر استفاده می کنن و لذت می برن. یعنی این زیبایی هایی که در وجود انسان و عطوفت و مهربانی و علاقه و شفقت و قلب یکی دیگر به یکی دیگر می تپه و همدیگر را به آغوش می گیرن، محبت میکنن، لذت میبرن از وجود هم دیگر، حتی از وجود و از بو و از به اصطلاح عطر وجود یک دیگر به عنوان زن شوهر و به عنوان مادر و فرزند استفاده میکنن. یعنی این انسانی که با این زیبایی و با این بزرگی و عظمت خلق شده، گاهی زمانی میرسه که این انسان در اسفل سافلین قرار میابه. همه انسان و همه موجود زمانی که از روح از وجودش بیرون میگرده، همه انسانی که تا دیروز مورد محبت و عشق خانواده است، وقتی که روح از وجودش بیرون میشه یک موجودی میشه که در واقع هم از او فرار میکنه. حتی اگر این موجود را در چند روزی در بیرون بگذارن، یعنی بو میگیره، تعفن میگیره، خانوادهش علاقه ندارن که به او دست بزنن. و اگر حتی در بیرون گذاشته چند هفته باشه، شاید بیماری ها و تکلیف های برای برخی افراد ایجاد بکنه. وجود همی انسانی که اینقدر کرامت و بزرگی داره، زمانی میشه که یعنی مردم از او بیزاری میجویند. و تفاوت فردی که یا انسانی که دارای روح و دارای ایمان است و دارای به اصطلاح اخلاق عمیده است، دارای یک روحی محبت و تبسم است، با تفاوت یک انسانی که زشت است، بدخوس، بد اخلاق است، تن مزاج است، فاسد العقیده است، مردم را به گمراهی و براهای شیطانیت میکشد، در خدمت شیطان و ابلیس قرار دارد، فاصله و تفاوتش در این است. مثل موجود یا جسدی که دارای روح است که مردم همه به رغبت به او نگاه میکنن و از زیبایی و چهره به اصطلاح بالاتافتش، چهره درخشان و پرنوریش واقعا هضم میبرن، ولی زمانی که انسان روح از وجودش بیرون میگردن، دیگر همه از او فرار میکنن و همه از او احساس بیزاری میکنن. این موجود و این انسانی که خداوند با این دو حالت به اصطلاح مقام عروج و مقام بالایی که از ملک هم مقامش بالاتر میده که مورد تعظیم ملک قرار میابه، زمانی قرار میابه ثم رددناه فی اسفل سافلین، باز در پایین ترین مرحله به اصطلاح پستی و رذالت و سقوط و انحطاط قرار میابه. و چون عقیده به پروردگار نداره، چون خدا را نشناخته، چون با خدا در جنگ است، چون با
با قرآن خدا در ستیز است، چون با مردم در حال جدال است و احترام به بشر و خلقت پروردگار نداره. و اینجی می فرمایه که شرط کسایی که مورد واقعا قبول جامعه و قبول رب العالمین است ایست که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی می توانند احسن تقویم داشته باشند، در بالاترین مقام انسانی و بزرگی قرار داشته باشند که ایمان داشته باشند. الا الذين آمنوا، ایمان به خدا داشته باشند، ایمان به پیامبران داشته باشند، ایمان به کتابهایی که از جانب پروردگار آمده است داشته باشند، ایمان به آخرت داشته باشند، ایمان به قضا و قدر داشته باشند. آمن الرسول، سوره بقره آیه 185 285 سوره بقره آیه 285 آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان آورده است پیامبر و همه آنانی که با پیامبر همراه هستند. مؤمنون، مسلمان ها کسایی هستند که همه به این شش رکن ایمان را داشته باشند. کلون، هر آن که ایمان آورد به خدا و ملائکه و کتابها و رسول و آخرت و قضا و قدر، امو آیه مبارکه که تفسیر و مفهومیشه در دوران مکتب و در دوران مسجد در طفولیت هم خوانیم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت، شش رکن ایمانی که ما خواندیم و ای از قرآن استخراج شده است. کسی نمیتواند بگوید که کسی اگر اعتقاد به محمد صلی الله علیه و سلم نداره اون مؤمن است. این کفرگویی با قرآن است، این دشمنی با قرآن است. قرآن میگوید بعد به محمد ایمان داشته باشی، قرآن میگوید بعد به قرآن ایمان داشته باشی، قرآن میگوید بعد به آخرت ایمان داشته باشی. و به می خاطر در سوره تین هم وقتی که پروردگار به چهار مسئله یا به چهار موضوع قسم میخوره که و تین، قسم به انجیر و قسم به زیتون، ای که در این چه اجازه نفته است، در این چی رازی است که پروردگار نام انجیر و نام زیتون را در این آیات مبارکه به او قسم یاد کرده است، این بحث است که انشاءالله در بحث اجازه قرآن یک روز بحث خواهیم نمود. و تور سینین، امو سرزمین یا جایی که حضرت موسی رفت و با پروردگار الواح را گرفت یا برو کتاب تورات و الواح نازل شد و سخن گفت و کلم الله موسی تکلیما، و هذا البلد الامین، این خانه مبارک و این بلد امینی که مردم به حج میرن و قبله مسلمانان است، مکه مکرمه، خانه کعبه. و این چهار موردی که پروردگار قسم خورده و میگوید که انسان را ما در احسن تقویم خلق کردیم، ولی انسان است که اگر ایمان به خدا و عمل صالح نکرد، ایمان به خدا و ایمان به آخرت، ایمان به پیامبران، ایمان به قیامت نداشت و عمل صالح نکرد، او دیگر در اسفل سافلین قرار می‌یابد، همون موجود متعفن و موجود بیزار میگرده که مردم از او در، یعنی ایمان در وجود انسان و روحی که با ایمان تکریم میابه و تعظیم میابه و مقام پیدا میکنه. یکی ما و شما، خب هر انسان یک نفس داره، یک روح عادی داره، اما این روح آیا روح سرکش است یا روح مطیع است یا روحی است که به مقابل خالق خود تسلیم است؟ و روحی که به مقابل خالق تسلیم باشه، اون روح است که میتوانه مورد عرج و مقام احسن تقویم قرار بیابه. الا الذين آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل نیکی کردن، همون پنج بنایی که به قسمت اسلام است. عمل صالح چی است؟ عمل صالح این که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، احکام دین خدا را انجام بدید، حج برید، زکات بدید و همچنین با یک دیگر نیکی کنین، اخلاق نیک با همسایه، با دوست، با آشنا، با روابط اجتماعی، حرام نخورین، سود نخورین، به اصطلاح یعنی از کارهای خلاف دین واقعا بپرهیزین، از کارهای لغو بپرهیزین. و ای عمل صالح و ای آن چیزی است که مورد رضای پروردگار است. فلهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون، برای اینهایی که
احسن تقویم یافتن، انسانی که در احسن تقویم است و ایمان آورده است و عمل صالح کرده است، اجر غیر ممنون است، اجری که منتها ندارد، پایان ندارد، قد نشده نیست. و اینا در اعلای لین و در بالاترین مقام هایی که پروردگار برشان در آخرت تهیه دیده میرسند، که انشاءالله خداوند نصیب همه مسلمان ها و مؤمنان و افرادی که مطیع خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و قرآن هستن انشاءالله قرار برد. بعد از قرآن کریم یک جمله توبیخی داره بعد از این قسمت ششم آیه ششم سوری التین، که البته سوری تین هشت آیه است. در آیه هفتم میفرماید فما یکذبک که بعد بالدین، ای انسانی که این همه عظمت و این همه بالایی و بزرگی را خداوند برات قائل شده است، ملائکه را مسجودت قرار داده است و تو را در احسن تقویم قرار داده، زیباترین و خوششکلترین صورت موجودات را در وجود آفریده است. یعنی اگر کسی بگوید که من قسم میخورم که انسان، با هر انسانی، حالا اگر انسان شکل سیاه یا سفید است یا به اصطلاح زیبا صورت است یا زشت صورت است، هر چی میخواهی باش از لحاظ وجودی، و اگر انسان قسم بخوره که یک انسان زشت صورت از تمام موجودات خداوند در روی زمین زیباتر است، این قسمش صحیح است. به خاطر از که زیبایی که در خلقت انسان گذاشته شده و دو دست و دو پا و دو چشم و شکلی که پروردگار در خلقت انسان ایجاد کرده، ای در هیچ موجودی دیگر نیست، نه در موجودهای چارپا و دوپا و نه در پرنده ها و نه در خزنده ها و نه در حتی در موجودات غیر بیجان به اصطلاح. بنان انسان میتوانه این به عنوان یک ذریعه به اصطلاح بالایی یا عروج در پیشگاه پروردگار قرار بده، که خداوند این مقام بالا و این عظمت را برای بشر و برای موجودی به نام انسان و به نام آدم داده است. بعد از اون فرموده که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، ما بنی آدم را کرامت دادیم، بزرگی دادیم، احسن تقویم خلق کردیم و اونا را مسلط ساختیم در خشکی و دریا، هم آنچه که در روی زمین است، برای خدمت و برای استفاده بشر خلق شد. این بشر است که در واقع همه چیز از برکت وجود او خلقت یافته است، و خود بشر را و خود انسان را خداوند و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، ما جن و انسان نیافریدیم جز برای عبادت و تسلیم در مقابل پروردگار، جز مگر برای عبادت پروردگار. اگر انسان به پروردگار اعتقاد نداره، اگر انسان عبادت پروردگار نمی کنه، سر به سجده نمی گذاره و از خداوند اظهار شکران نمی کنه، او اصلا در واقع برخلاف آنچه که پروردگار او را خلق کرده حرکت کرده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انس و جن را جز برای عبادت خلق نکردیم. پس زمان انسان میتوانه همون مقام بالای احسن تقویم را کمایی کنه که احکام و دستاویر پروردگار را ایمان داشته باشه به خداوند و از رذایل و بدیها و از انحطاط فکری نجات پیدا کنه. و قرآن کریم در اینجا بسیار شدید میگه فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، تو را چی ای انسان، ای بشر، چی چیز تو را با همه دلایل مجبور کرد یا وادار کرد که تو روز آخرت را و روز جزا را منکر شوی؟ آیا میتونی روز جزا را منکر شوی؟ این همه دلایل روشنی که پروردگار دارد، آیا میتونی منکر شوی؟ هرگز نمیتونی منکر شوی. و بعدا میفرماید که الیس الله بحکم الحاکمین. من تلفن ها را متاسفانه گرفته نمیتونم به خاطری که برنامه لایف است میخوایم بس کنیم. الیس الله بحکم الحاکمین، آیا خداوند بالاترین و قاضی ترین و حاکم ترین حاکم ها نیست؟ باید ما اعتراف کنیم که بله، ما شاهد هستیم و ما اعتراف میکنیم که خداوند احکم حاکمین است، و حتی اگر ما را در قیامت مورد مجازات هم قرار به خاطر عمل سرکشی خود ماست، به خاطر اینکه ما نتوانستیم
اون احسن تقویم و اون مقام بالای انسانیت را که خداوند برای ما داده، در اعتقاد داشتن به پروردگار و در ایمان به فرستاده های پروردگار و در ایمان به احکام الهی و در انجام درست عبادت پروردگار ما انجام بدیم. و در حدیثی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در بدن انسان، یعنی موجود یا انسان، در بدنش یک قسمتی است که اگر او صالح گردد کل بدن صالح میگردد، و اگر او فاسد گردد کل بدن فاسد میگردد. او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی خود قلب انسان و روح انسان و ایمان انسان هست که انسان را مقام و عظمت میبخشد و بزرگی و کرامت میبخشد. انشاءالله ما در قسمت بخش دوم برنامه امروز بحث داریم راجع به جریانی که در این روزها در امریکاست، بحث هالووین یا به اصطلاح انجام برخی از مراسم هایی که به عنوان ارواح خبیثه یا شکل بازی هایی که در غرب رایج یافته است، و از این عمل هم مسلمان و هم غیر مسلمان و هم مسیحی کاملا اظهار بیزاری می جوید، به خاطر اینکه این عمل هالووین و این انجام این مراسم ها هیچ نوع ارتباطی با سرشت انسانی ندارد، و این انسان ها اینقدر به ابتذال و اینقدر به اصطلاح به انحطاط کشانده شدن که متاسفانه همون مقام انسانیتی که برشان پروردگار قائل شده به عنوان یک انسان، حالا اگر ایمان هم ندارن لاقل به عنوان یک انسان یک کرامت دارن به عنوان یک موجودی که پروردگار خلقش کرده، ولی متاسفانه در این مراسم ها و در این انجام جشنهای هالووینی میبینیم که چقدر انحطاط فکری و چقدر انحطاط اخلاقی در این مسائل متاسفانه گذاشته شده است. به خدمت شما برادر و خواهر عزیز در بخش مقام انسان و کرامت انسانی و آنچه که این انسان ها بر خود برای از بین بردن این کرامت و این مقام روا داشتند، بحث های را در بخش اول برنامه ایمان لایف با شما داشتیم. امیدواریم که انشالله در این بخش بتوانیم تلفون های شما عزیزا را هم بگیریم. واقعا آنچه که میتوانیم در این راستا به بحث بکشانیم است که این انسان یا موجودی که خداوند برایش کرامت داده است و مقام داده است، امروز و در جهان امروزی و در جهان قبل چقدر این کرامت را و این مقام را به ابتذال میکشانند، و بحث هالووین یا بحث به اصطلاح شکلک در آوردن ها و انجام مسائلی که با زیبایی و خلقت انسان و بشر کاملا در تناقض است، و حتی اگر این بحث هالووین را به عنوان یک بحث تاریخی و مذهبی هم بدانند، که من مطمئنم که حتی مسیحی های واقعی این را کاملا رد میکنن و از این بیزاری میجویند، و در واقع این را به عنوان نیایش و ارج گذاری برای شیطان یا برای کسایی که بنوی معتقد به آتش پرستی هستند، اینها در واقع تلقی میکنند. ما آنچه که بر ما توصیه شده است به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک خانواده مسلمان در کشورهایی که زندگی میکنیم، طبعا احترام داریم به همه کس، و اگر این مسائل مذهبی هم باشه بازم ربطی به اسلام نداره، ربطی به خانواده های مسلمان نداره، و شما باید ارجمنده و فامیلای خود واقعا توصیه کنیم که از همچنین رسم و رسوم هایی که به نوعی به اصطلاح خرافه است و به نوعی به گونه ایجاد این که ارواح خبیثه میان و باید ما ارواح فراری بدیم، یا ای که اشکال عجیب غریبی که اصلا به شأن و مقام یک انسان و یک بشر اصلا سر نمیخوره و در تناقض است، از اینها دوری بجویند و بدانند که جریان هالووین و یا رسم و رواج ها و اینها در واقع یک بزنس شده است و یک افرادی یا کمپانی های بزرگ میلیون ها دلار و میلیارد ها دلار را در روزهای هالووین، در شبهای هالووین به دست می آورند. هم اکنون در شهرهای امریکا و اروپا از این دیشب یا از امشب مراسم های هالووین در هر گوشه و کنار است، و بیشترین جنایت و بیشترین
قتل قتال ها و تجاوز ها و تعرض ها در شب های هالوین در غرب و در امریکا صورت میگیره و بیش از میلیارد ها دلار وسایل و پرادکت یا امکاناتی که اینا آماده میکنن که البته کمپانی های بزرگی پشت سر جریان از پول میسازن و متاسفانه یک تعداد جوان ها را به شکلی تشویق میکنن، یک دم میسازه، یک شاخ میسازه، یک به اصطلاح چیزهای عجیب و غریبی که ترسناک و وحشتناک و به نوعی یعنی شایسته یک بشر و یک انسانی که باید در راه و هدف مقدس تعالی خود حرکت کنه قرار نداره. بنان ما که میبینیم در 31 تقریبا اکتبر، یعنی در واقع شب پنجشنبه میشه و به اصطلاح ما مسلمان ها شب جمع است، یعنی شب جمعی که در اسلام و در دین خیر یوم طلعت علیه الشمس، روز جمعه را رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین روزی است که بر او آفتاب طلوع کرده است و بهترین روزی که در او آفتاب طلوع میکنه شبش همین شبی است که متاسفانه مصادف با هالووین در اینجا شده و در این شب به جای از اینکه مردم به عبادت پروردگار به شناخت واقعا نشانه های الهی بپردازند یا حتی ما مسلمان ها این شب را به عبادت بگذارانیم، در کارهای خوب صرف کنیم، اینکه خود ما یا فرزندای ما یا فامیل ما یا ارجمنده و جوانای ما در مراسم ها و در پارتی های هالووینی شرکت کنند، این شایسته یک مسلمان و یک خانواده مسلمان نیست و واقعا توصیه ما است از طریق تلویزیون ایمان از این حرکت های جاهلی، از این حرکت های خرافی و از این حرکت های به اصطلاح فراری دادن ارواح خبیثه و جن بازی ها و نمیفهم یعنی تقدس به آتش و موجوداتی که اصلا یعنی ما قسمی که در آیات مبارک گفتم با احسن تقویم بشر در تضاد و در خلاف است، دوری جویان، نه به عنوانی که در دشمنی داشته باشند، کسایی که میکنن کار خودشان است، ولی ما مسلمان ها و ما افغان ها و ما کسایی که در این کشور ها فرس زبان ها یا پشت زبان ها یا اردو زبان ها و انگلیس زبان های مسلمان که هستیم، با ما شایسته نیست که این رسم و رواج را در ذهن و فکر اولاد خود به سلام به وجود بیاریم و اینا را بفرستیم که در خانه ها به خاطر گرفتن چند دانه شیرینی واقعا تأسف است که ما نتوانیم فرزندهای خود یک تربیه سالم بکنیم و از این جیست که میبینیم که در همین شبها چون هر کس یک ماسک و یک شکل دیگری بر خود میگیره، اکثر تعرضات و دشمنی ها و کشت و کشتار ها صورت میگیره و جنایت های بسیار زیادی به وقوع میپیونده، افراد بسیار درنگ میباشند و تصادفات و اکسیدنت های موتر بسیار زیاد میباشند و چی بهتر است که شبی که در واقع در دین ما و در آیین ما به نام شب جمعه است و در واقع یک پنجشنبه شب شروع شب جمعه است و در او هر خیری و هر برکتی و هر نشستی و هر تبلیغی و هر صحبتی و هر دید بازدید خانوادگی یک تقدس و یک مقام بالایی داره و یک اجر بی پایانی داره. ما به خانه های فامیل های خود بریم، مهمان بشیم، رفت آمد کنیم، ارتباطات بگیریم، نشست های خیر داشته باشیم، ولی کوشش کنیم که جوان ها و خانواده های خود از این حرکت هایی که شایسته مقام یک انسان و یک بشر و یک مخلوق زیبای پروردگار نیست و متاسفانه در این کشورها به عنوان یک حرکت ناجایز و نامیمون رواج یافته است، مثل حرکت گیبازی ها و لزبن بیازی هایی که در غرب و اروپا است. حتی خود بایبل یا خود کریستیانیتی بعدی را قبول نداشته باشه، یکی یک تعداد افراد ساکت می شوند یا چرچ ها اظهار نظر نمی کنند و ایره مشروعیت دادند. ای واقعا قهر پروردگار و واقعا یعنی یک ظلم است برای بشر، ظلم است برای انسان ها و برای موجودات که انسان به این قدر مرحله انحطاط و سقوط و رزالت قرار بگیره که متاسفانه قبول کنه که باید یک مرد با مرد ازدواج کنه یا یک زن با یک زن ازدواج کنه و این یک حالت واقعا غیر قابل تحمل جوامع غربی است که با همه آزادی هایی که دارن متاسفانه در این راستا بسیار به ناکامی انجام میدن و حتی خود آزادی را به تمسخر کشندن که اجازه میدن یا قوانین وضع میکنن که افرادی که لازبیان یا گی هستن اینها میتوانن حتی
بچه فرزندی بگیرن و حتی اینا از یک دیگر میراث ببرن و یا اینکه اینا دوران حاملگی خود به اصطلاح معاش بگیرن. یعنی این واقعا مضحک و تأسف بار است، آنچه که انسان اگر بخواهد در داخل جریان و در داخل لوایح و مقرراتی که میخواهد پاس بشه یا پاس شده در برخی از ایالت ها قرار میگیری، واقعا انسان با خود اگر مقدار تأمل بکنه یک مرحله کاملا سقوط انسان و بشر در این مرحله است که دو مرد با هم ازدواج کنن و یکی ریشه یکی دیگه به سر ریشه از انبوتر و سبیلای کلان و یکی زن باشه و یکی مرد باشه و باز دیگهش. یعنی واقعا خداوند انسان را با چی زیبایی و کرامت خلق کرده، ولی انسان چقدر انحطاط فکری پیدا میکنه. و از همه خطرناکتر کسایی که مروج این حرکت ها هستند، کسایی که در کانال ها و پروژه های تلویزیونی میان و متاسفانه از این دایره ها و از این حرکت ها دفاع میکنند و گویا به نوعی تمدن گرایی و به اصطلاح متمدن بودن خود و شهری بودن خود و به اصطلاح پیشرفته بودن خود به صفحه تلویزیون به دیگران عرضه میکنند که خب اینا باید ما اینا و حرکت ها را انجام بدیم، بگذارین که دنیا به هر قهقرایی و به هر نشیب و به هر سقوط قرار میگیره، شما ساکت باشین. این متاسفانه جنبه بسیار خطرناک به اصطلاح امو شعارهای آزادی است که آزادی ای آزادی شده نمیتونه، ای بلکه تمسخر با آزادی و انحطاط و سقوط و سراشیب به انسان و بشر است که چیزی به نام هالووین در بین جامعهشان رواج پیدا میکنه یا چیزی به نام گی و لزبیان قانونیت و شریعت پیدا میکنه و مقرره کشوری قرار میابه و حتی حقوق و مزایای به دست میآورن. اینها چیزایی نیست که ما مسلمان ها ای را به عنوان یک پیشرفت و تمدن فکر کنیم. پیشرفت و تمدن همیست که اگر شما واقعا در این کشورها جوانهایی دارین که بیترین تحصیل برشان الحمدلله مساعد شده، انجینر بشن، دکتر بشن، تحصیلات عالی به دست بیارن، دختر و پسر این حقشان است و از امتیازات که برای هر فامیل و هر خانواده و هر انسان در این کشورها اپرچونیتی که ایجاد شده استفاده کنن و ایره هیچ کس مانع شده نمیتونه. و کسی هم نمیگه که شما تمام روز در مسجد بنشینین و شما زندگی خوب نداشته باشین، میتونین بهترین خانه خوب داشته باشین، بهترین موتر خوب داشته باشین، بهترین کار خوب داشته باشین، بیزنس خوب داشته باشین، بهترین شهادت نامه خوب به دست بیارین و در راستای تعالی و ترقی اخلاقیات و کرامت انسانی حرکت کنین. و این مورد تایید است، یعنی هدف این نیست که ما مردم را از تمدن واقعی بشر مانع بشیم. تمدن واقعی بشر به معنای سلبرشن یا برگزاری و ارشگزاری و به اصطلاح قبول کردن هالووین نیست. تمدن بشر به معنای اجازه دادن به لزبیان و گی در جوامع بشری نیست. اینها متاسفانه بخش های منفی و سقوط جامعه را واقعا نشاندهی میکنه و گاهی وقتا انسان را واقعا بیرت میاندازه که انسان چقدر موجودی واقعا عجیب و غریب قرار میابه که حتی کسایی که این کارها را قبول ندارن متاسفانه بیتفاوت از مقابلش میگذرن و اصلا برایشان مهم هم نیست که این فرد در خانهشان یا در فامیلشان رفت آمد داره، ولی متاسفانه یک مرد با مرد دیگه ازدواج کرده یا زن با یک زن دیگه ازدواج کرده و یا ای که دخترشان یا پسرشان یا فامیلشان با این مردم ارتباط داره و گویا به عنوان یک فرند هنوزم با هم رفت آمد دارن. اینها چیزایی است که ما باید در روابط اجتماعی خود آگاه باشیم، در مردمی که با اونا در تماس هستیم که جامعه بشری و جامعه انسانی گاهی وقتا متاسفانه اگر در راستای اعتقاد و در راستای قبول واقعیت ها و هدف از خلقت حرکت نکنه متاسفانه به سراشیبی و به سقوط می انجامه و این سراشیبی و این سقوط نمونیش ابتذال و نمونیش سقوط و انحطاطی است که شما در دنیای غرب شاهد هستین به نام به اصطلاح فراری دادن اجنه ها و فراری دادن به اصطلاح شیاطین یا به گفته خودشان ارواح خبیثه که در شبهای هالووین و در مراسم هایی که در شهرهای بزرگ انجام میشه.
و ای از لحاظ شرعی کلن رد است از لحاظ قرآنی کاملا. ما مسلمان ها و ازا مر رو باللغوی مر رو کراما، ما زمانی که در یک جایی که در او یک کار خلاف دین و خلاف اسلام باشه و خلاف اخلاقیات و خلاف ادب انسانی باشه، باید بسیار با آرامی از پیشش بگذاریم و ارزش قائل نباشیم و کوشش نمایم که خانواده های ما و ارجمنده های ما، فامیل های ما، یعنی آغوشته یا بی چیزا انس پیدا نکنن. شما اگه طفل خود در خوردی آیسته آیسته برش بفهمونیم که این کار خوبی نیست، یا این پروژه خطرناک است، یا این حرکت های مناسبی نیست، خب ممکنه در سالهای اول چون در مکتب و در اسکول گاهی کار صحبت ها میشه و بنابی در ذهنش جای نشین شده، اما در سنین 7-8 سالگی آیسته آیسته خود فاصله میگیره و دیگر جوان شما در پارتی های هالیوود پارتی نمیرن، جوان شما در جاها و در سرک هایی که بیشتر حرکت های گی بازی و لزبیان بازی حرکت نمی کنن، نفرت پیدا می کنن و فاصله می گیرن و این رو باید در ذهن فرزندا و خانواده های خود ما بنشانیم، به خاطر اینکه از لحاظ تاریخی اگر شما حتی بخش مراسم های هالووین را یا 31 اکتبر را که آماده ولو که این ارتباط بدیم به چند صد سال قبل، ولو که بگین که از اسکاندینیویا یا از کشورهای انگلیس و امثال از آماده فرق نمی کنه، این که در امریکا پذیرفته شده یا در اروپا پذیرفته شده یا حتی در برخی از کشورهای شنیده میشه در ایران و در افغانستان، برخی ها این رسم ها را یا این تقلید ها را کورکورانه به عنوان یک تمدن یا به عنوان یک حرکت به اصطلاح پیشرفت از کشورهای غربی میگیرن، یک ناگاهیشان از کنه واقعیت است. اگر به کنهش داخل بشیم، ما بازم عرض میکنم که حتی خود مسیحیت و کتاب های مسیحیت مخالف این شربازی ها و شیطان بازی هاست و خود انجیل و خود بایبل به تمام معنا یعنی همیشه میگه که شیطان و شر سقوط است و حق و دین به اصطلاح به حق است. این همیشه نزای بین شیطان و انسان به پیروزی انسان انجام میده است. بنان توصیه ما برادر و خواهر مسلمان است که در این بخش حساس باشیم و کوشش نماییم که خانواده خود و فامیلای خود در راستای صحیح دین و اخلاقیات و ادب، حتی به گفته امام حسین میگه دین هم نداری لااقل جوان مرد باش یا آزاده باش، اما خوبی هایی که در هر جامعه است بگیریم. اگر پابند به اصطلاح مراسم های مذهبی خود هم زیاد نیستیم، لااقل بدی های مراسم های دیگر را در خانه خود رواج ندهیم، به خاطر اینکه این خودش یک مصیبت و یک عذاب الهی است که اگر در خانه مسلمان به عنوان از اینکه همسایه هم خوش شود یا کسی بیاد ببیند ما در اونجی عکس یا به اصطلاح چوکات کالبد یک اسکلت یک موجود در به اصطلاح انداختم و با چند تا از او جولا یا چیزهای عنکبوتی را برویش انداختیم و یک چند تا چی میگن موجودات ترسناک را در اونجا جابجا کردم که کسی بیای از دم خانه ما که میگذره یک وحشت کنه که در اینجا ارواح خبیثه آماده است، اینها واقعا شایسته اون هدفی که انسان و بشر واقعا برای او آماده است نیست. یعنی در چیزهای خیلی خوبی در جامعه متمدن امروزی و در دنیای غرب وجود داره که ما میتوانیم از چیزهای خوب همیشه استفاده کنیم، اما چیزهای بد و چیزهایی که خودشان هم از اون نفرت دارن ولی متاسفانه یک بیزنس شده، یک تجارت شده. شما میدانید که در جشنهای هالووین و در مراسم هایی که به نام پراید های گی بازی و لزبیان بازی است، میلیون ها دلار تبادله میشه، میلیارد ها دلار، بیش از 8 میلیارد دلار خرید و فروش وسایل هالووین در سال 2012 قلمداد شده، یعنی 8 میلیارد دلار وسایل هالووینی فروخته شده توسط بزنس ها و کمپینی های بزرگی که این را تولید میکنند و یک پلاستیکی که شاید 2 دلار تمام بشه 20 دلار 30 دلار توسط جوان ها خریداری میشه، یا شکل بازی و به اصطلاح اون اشکال گرایی هایی که میندازن و به اصطلاح چیزهایی که در وجود خود میزنن به اصطلاح، خود از این افراد که اینا را تزیین میکنه و آرایشگاه ها و جاهای که اینا را به اصطلاح مصرف کم از کم 100 دلار 80 دلار 50 دلار
واقعا اینا عاید میکنن به خاطر ای که این شکل یک نفر را به شکل وحشتناک یا ترسناک بسازن. و نتیجه از چیست؟ نتیجه از چیست که متاسفانه همون چند لحظه در این کردن و چند لحظه عربده کشیدن و در سرکار را افتیدن و با شدت و با سرعت بیش از اندازه موترها را درایف کردن و در نتیجه چندین اکسیدنت و چندین کشتن و شاید هم افرادی که یکی از یکی دیگه انتقام میگیره با اون شکلهایی که روهای خود پیشانده است، از پشت خنجر زدن و قتل و قتال های مرموزی که در شبهای هالووین صورت میگیره. به این خاطر توصیه ما به تمام خانواده های مسلمانی است که تا میتوانند جوانهای خود اجازه ندهند که در این شبهایی که در پیش روست و تا 31 اکتبر در بیرون از خانه باشند، بیشترین وقتشون در خانه باشه، رفت آمد های خانوادگی بکنین، مجلس هایی که حتی اگر رخصتی هم هست و این خودش مناسب و شأن یک مسلمان است که از لغو و از آنچه که شایسته یک انسان مؤمن نیست باید دوری بجویه و کرامت انسانی در همی است، بزرگی انسان و عظمت انسان در است که در اون وقت از وقت خود استفاده بهتر بکنه، استفاده بهتر است که تعلیم کنه، آموزش بکنه، یعنی تعلیم مطالعه کتاب کنه، حالا هر نوع کتابی که احساس میکنه، اگر کتابای درسی است یا کتابای غیر درسی است تشویق بشه برایشان گفت های به جای از اینکه پول در به اصطلاح لباس های هالووین مصرف میکنین، میتونین برای یک بچه خود یک آیپاد یا یک آیفون یا یک مثلا چیزهای سالمی، کتاب سالم و کتابای مفید تاریخی، ناول و هر چی که میخوای باشه. دنیای امروزی یعنی اقدر خوبی ها و زیبایی ها و به اصطلاح چیزهای مفید است که انسان نیاز نداره که به طرف چیزهای غیر مفید بره. و به همین خاطر هم است که ما در پروژه های برنامه های تلویزیون ایمان همیشه توصیه ما است که شما خوبی ها را به خانواده های خود بیارین و خانواده ها و عزیزایی که با این تلویزیون همراه هستن و با عشق و علاقه برنامه های تلویزیون ایمان را میبینن، همی آرزو و انتظار دارم که تلویزیون ایمان یک صدای راستین، یک صدای صداقت، یک صدای محبت، یک صدای آموزش باشه به خانواده های مسلمان. و ما در هر باری که یک موضوعی است، یک مسئله است، یک مطلبی است که نیاز است که بعد بحث بشه، در برنامه های مختلف تلویزیون ایمان با او بحث میکنیم، از لحاظ دینی، از لحاظ شرعی، از لحاظ اعتقادی نسبت به موضوعات باز میکنیم. خواهر و برادر عزیز، اگر کسای داخل از بس میشن میتونن تلفن کنن، تلفن های ما باز است، چند تلفن اومد، من متاسفانه چون در وسط صحبت بودم تلفن ها رو گرفته نتونستم. تلفن های ما لایف است، 510-894-3854 و همچنین تلفن 510-648-2931. برنامه لایف است و خواهر و برادرایی که در این جریان و در این موضوع کرامت و مقام انسانی و انحطاط افرادی که از لحاظ اعتقادی ضد قرآن و ضد دین فعالیت دارن و از لحاظ اخلاقی و تربیتی متاسفانه در مراسم ها و به اصطلاح سقوط این کرامت انسانی نقش بازی میکنن، بیشتر اون مسائل انشاءالله با هم بحث خواهیم کرد. کسایی که نظریات و دیدگاه های دارن در این راستا میتونن بحث کنن. در بخش خود ایمان لایف انشالله ما پروژه ایمان لایف باز هم با قوت خود باقی است و ما در تلویزیون ایمان انشالله هر روز، روزهای یک شنبه از ساعت 1 تا ساعت 3 برنامه ایمان لایف را به عنوان نقد گفته های ضد قرآنی افرادی که بر علیه قرآن و بر علیه دین خدا به ستیز هستند و فعالیت میکنن ایره انشالله ادامه خواهیم داد. ما تلفن های شما ایزاره میگیریم، کسایی که میتونن صحبت کنن در خدمت شما هستن. سلام علیکم بفرماییم، اولین تلفن کننده در خدمت شما هستن. خوب هستین انشاءالله؟ السلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام، بزرگواری کردیم. از کجا صحبت میکنیم؟ در خدمت شما هستیم، بفرماییم بزرگوار. یک جان تشکر، خداوند عزیز دنیا و آخرت نصیبتان کنند. تلویزیون ایمان، تلویزیون ایمان، مؤمنین و مسلمان های افغان و دیگر مسلمان هایی که هستن میفهمن پاکستان دریا پرسی صحبت میکنن. یک جان تشکر. و امروز یک موضوعی بسیار خوبی را که راستی مقام انسان در اسلام و مخدمت خودتان بهتر می کنید، بسیار اجزای خاص خدا دارن و همچنان اقتدار مردمی که افکار انحرافی دارن
هم بعض افغان هایی که هستن میگن در تلویزیون بعض گپ های این را بیره که مردم هم به سوی به حساب آتش دعوت میکنن. بسیار و از نادانی خود که نه عالم هستن و نه جایی درست دست خواندن بازی از در پایشان معلوم میشه. اما ما راستی خدا شاید از امیال پای به وجودتم که در فکر درست است ما شما همونطور که انسان ها اعضای یک به حساب دغم و دوستی و هرکی خود شریک هستن ما افغان ها اما مسلمان ها همچنان ما هم اگان وقت این فکر میشم که چی رقم این مردم جربت میکنن در ایسی دین خدا و در ایسی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم جربت میکنن در ایسی کلام قرآن مجید اینا جربت میکنن با که علم ندارن چیزی نمیفهمن و یک تعداد افغان های ما بس دستانن که امو گپا ازوار از وا به حساب از سوال های دینی یا فقهی خود از وا میگیرن. افسوس که بسیار جای تاسف است. ما از میخوارا برادرای مومن خود خواهش میکنم که کوشش کنند که علم از اهل علم بیاموزن، از کسی که عالم باشه، از کسی که بفهمه، از کسی که قرآن بفهمه، از حدیث شریف بفهمه، نه از کسایی که میان به حساب با عرض معذرت هیچ چیز رو نمیفهمن، هیچ رشته تخصص دیگه اسلام ندارن، فقط یک دو سه گپ ریا به قرآن از روی خواندن میکنن، ولی کم کم کوشش میکنن که بخوانن. وضعی معلوم میشه ولی خدا شاید است که این کلام بر حق است نمیتونن وضعی فهمیده میشه که یا چیزا نمیفهمن و همو خورا برادرهای ما گفای زور تایید میکنن نافهمیده. ما دیگه از یه افغانه خود یه خواهش میکنم و نیست برادرشان از کانادا شهر کشنت زنگ داریم بزرگوارست همین مردمی که میانده میتونیشون از یا سوال های دینی را نکنن از علما پرسان کنن خاطر از اینکه یا افکار انحرافی دارن مردم با سوی جهنم سوق میدن. بله. دیگه ما از تلویزیونتان یک جان تشکر خواهش میکنم از خودتان از خدا برکت بده شما که زحمت میکشید نه خدا بیشتر ما احساس میکنم همین احساس خودتا همین که خودت میگی در پشت تلویزیون در پشت پرده تلویزیون خاص به خاطر رضای پروردگار ان شاء الله هم بعد است دیگه قابل قدر پیش ما هم است پیش تمام افغانان است پیش خدا هم است پیش رسول هم است و خداوند باز هم از دنیا و آخرت نصیب کنه با امید از اینکه افغانای ما به اون برنامه‌ای که انحرافی با وا گوش نتن و بیان چنگ بزنن و دین خدا و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله خدا برکت بده. خدا برکت بده. خدا هم شما را خانواده شما را درس بسیار بزرگواری کردیم. بسیار لطف کردیم. بسیار تشکر از طریف این تاسف. سلامت باشید. لطف کردیم. خدا هم شما و خانواده عزیز شما را در صحت و سلامت داشته باشه. خدا هم برکات و نعماتی که واقعا شایسته یک خانواده مؤمن است برای شما و برای فامیل شما عطا کنه. واقعیت مسئله است که ما رنج ما هم بیشتر همیست که باور کنیم یعنی خدا شاید ما با هیچ یک از افراد نه اوت به اصطلاح کدام نزای شخصی داریم نه با خانوادهشان کدام کاری داریم اما متاسفانه بسیار بسیار رنجاور است که برخی از افرادی که افکار انحرافی دارن اینها با خدا در جنگ هستن. کاش که اینها با من یا با مثلا یک عالم دینی دیگر در جنگ می بودن. به طور مثال یک نفر میای میگه که مساجد افغانا به خاطر ضرورت آماده و به اصطلاح مساجد را با انترست یا سود خریده. شما وقتی که در قرن 21 کار اجازه میدین چرا اجازه نمیدین که آیه مبارکی که در ارتباط با میراث است برای زن هم به اندازه مرد میراث داده شه؟ یعنی این سوال یا این به اصطلاح چلنج با خداست. تو خدا تو چرا این کارو نکردی؟ یعنی به اصطلاح یعنی این بسیار واقعا یعنی انتهای همون فرمودی شما یا ناگاهی است یا انتهای واقعا بیش از اندازه غرق در انحطاط بودن افراد است. یا فرد دیگری وقتی کسی زنگ میزنه از او پرسان میکنه خب شما بگید که کسی به قرآن ایمان نداشت او مؤمن شمرده میشه؟ بله مؤمن شمرده میشه ولی چون قرآن برش نرسیده. یعنی واقعا اینا با کی بازی میکنن؟ یعنی با کی در جدال هستن؟ یعنی با هر چیز ممکنه با انسانها با بحثای سیاسی انتخابات زدن گفتن این چیزها ممکنه نزای کسی بکنه میگه خب به هر حال بشر با بشر مشت میزنه و بالاخره در جدال است. اما واقعا با خدا هم میشه جدال کرد؟ قرآن میگه که کسایی که به ما نزل علی محمد سوره محمد آیه دوم وقتی که قرآن کریم میفرمایه که و آمنو به ما نزل علی محمد و آنان مؤمن هستند که به ما نزل علی محمد ایمان داشته باشند. ولی اینها میگن که نه قرآن برشان نرسیده چرا اینا مؤمن نیستن چرا اینا مسلمان نیستن؟
یعنی این نوع افکار و اندیشه های انحرافی باور کنیم از نظر دینی و حتی ما هم به می اعتقاد هستم که مقام انسانی اینها را در ابتذال قرار داده، یعنی واقعا اینها را از لحاظ دینی نمیتوانیم که شما همو احسن تقویم را سر از اینا بگوییم. اینها کسایی هستند که در اسفل السافلین متاسفانه قرار دارن و در اونجا دست پا میزنن و یعنی باور بکنیم، یعنی ما بازم تکرار میکنم که خدا شایده هدف در این پروژه های تعلیمی و آموزشی تلویزیونی ما نیست که افراد برای ما کدام کسی باشن و ما باید این وقت خود برشون ضایع کنه، اما متاسفانه همین قسمی که شما یاد کردیم برخی از برادرها و خواهرای ما آدم های کلان سن هم هستن، خواهرای مؤمن هم هستن، پرسان میکنه از این کسی که منکر آیات میراث در قرآن است یا از این کسی که قرآن را قبول نداره که بعد به قرآن ایمان داشته باشی تا مسلمان باشی، میگه نماز تهجد خود من چطور بخوانم؟ مثلا این نفر که خود از یو تیمم کردن بلد نیست متاسفانه، باور بکنیم انمی دو نفر یا سه نفر آیات تیمم در قرآن نمیتونن بخوانن از بر، یعنی آگاه نیستن و مثل از این افراد دیگر. ولی برخی از افراد میان میگن که از این پرسان میکنه فلان جا مثلا من فلان کار چی رقم بکنم و این مشکل ما جامعه ما میست که ما متاسفانه شناخت نک پیدا نکردن که باید از کجا دین خدا، یعنی دین امانت است، امانت را یا به صلاح مو حکم الهی را آدم بعد از جای مناسبی که لازم است بگیره. حتمی نیست که بعد از من پرسان بشه، ولی از علمای بزرگ در اینجا هستن، جناب استاد سیرت، دکتر سب سیدی، دکتر سب دانشور، بسیار مولانا سب صالح، بسیار علما هستن که در برنامه‌های تلویزیون الحمدلله پروگرام‌های تلویزیونی دارن و هر کدام از اینا آماده هستن پاسخ برادرها رو بدن، ولی متاسفانه یک تعداد افراد یعنی فرمودی شما به صراحت میگه که ما با قرآن در نزاع هستیم، به صراحت میگه که من با خدا در جنگ هستم، چرا قرآن این کارو نکرده، چرا خدا این کارو نکرده، چرا به ما این چیزو گفته این چیزو نگفته، ولی افراد میان میگن که خب فلانی من نمیفهم نماز، من نماز تسبیح خود چی رقم بخونم، از این پرسان میگن تو نماز تسبیح رو حتی شاید نفهمه که تسبیح به سین نوشته میشه یا وسط، ولی از اون سوال دینی رو میکنن. به هر حال خداوند واقعا مردم ما را روشنایی بده، واقعا به مردم ما دید بده و آگاهی بده که یکی است که کس در یک برنامه تلویزیون درامه جور میکنه، میاد مردم خوش میسازه، خنده میکنه، گاهی به گریه میاندازه، شاید این اماتور بازی ها در برخی از کانال های تلویزیون شاید جالب باشه، هیچ مانعی نیست، میتونه یک نفر اماتور خوبی باشه در تلویزیون، میتونه در برنامه خود یک بار گریه کنه، یک بار جنگ کنه، یک بار ناراحت باشه، یک بار برافروخته باشه، یک بار خشونت نشان بده، یک بار بخندان مردم و به اصطلاح این کار از اونها ساخته است. اما واقعا دین امانت است، سوالای دینی و معلومات اسلامی این امانت است که شما هم مسئولیت دارین که از کی بپرسید. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه لایف است، در خدمت شما هستیم، ایمان لایف در خدمت شما هستیم، از کجا زنگ می‌زنید بزرگوار؟ سلام علیکم دکتر صاحب. و علیکم، لطف کردین بزرگوار که هستیم، بفرمایید از کجا صحبت می‌کنید بزرگوار؟ بسیار خوشحالم که سفر بخیر، ما سفر هست. بله خدا بهتر بده. دیگه ما در پروگرامایی که می‌بینم یگان در تلویزیون، همین پروگرام آقای وسیخه که می‌بینم بیخی معلوم با دین عیسویت تشویق میکنه، یکی باز دو نفر که هست، یکی خراسانیست و یکی و امان قیان زنبورو رو با تفسیرن دهیش ببینی که اسلام رو تخریب کده میره و یک دفعه دیگر که من همین تلویزیون رو سعی میکنم که آقای مسکینی ها گرم میره ایرمی امان قیان خود اگم که من بی ایمان هستم، بلکل به من بی ایمان هستم و من ایمان اید ندارم، گفت حتی دین ابراهیمی رو گفت که این که وقت خود چیز میکرد این الهام شیطانی بود. یعنی شما در باره امان کیان چی میگن؟ پیشتر یکی دیگه ازی در پروگرام شنواری زنگ بزنن آقای شنواری میگه که باید این کتابایی که در خانه ما مردم هست باید این کل شما سو پرتیم، این از مردم علاره ما ما شما بخیلم، این یعنی بی بی به این طبیعه مردم حال بدین اسلام هم یعنی تعویل میکنن، یعنی باید همین برنامه سازا حالا شکر الحمدلله کل ما مسلمان هستیم، باید این همین وقتی که همین گفه که در باره دین اسلام میه باید این خط قرمز باشه، یعنی دیستی که در باره اسلام گفت میزنه باید قطش کنه، اجازه به این نتا امان شما در باره امان کیان و خراسانی و یه را خود کنگی ها مشناسن یکی چند نفر دیگر باید اینا که در باره اسلام میخواید در بدایی را تحویل کنه
هیچ نمیاره قطع کنند، نمیاره نمانند. اگر ببینی که درباره اگر انسان دیگه گفت بذاره درباره مذهب یک شروعه خیر پروا نمی کنند، درباره دین اسلام هر کسی می خواهد با اسلام تعلیم کنند بسیار اجازه نده، برای دیگه یا بیاد ملحد شده از اثر امان خیانش گرفته تا او خراسانیش تا او دیگه ازی چی از نامش یک نامش همه نفهمیدم خود در برادر امور چی زنگ داده بود شنگواری یعنی گفت که کتابایی که در درون خانه هم از کتابای عربی یا از عربستان آمده باید یارم رو دور پتیم ما با این جواب از اون بگم ما خود تو سندازیم از افغانستان شما را ما کار نماره شما ملحدی نه دیگه وقت برا... تمنا میگیرم برادر گل خدا حفظه برادر برادر تن بده سلامت باشیم بسیار بزرگواری ایتو است که یک مشکلی که برخی از برنامه سای یک برنامه یک جوان است در تلویزیون آقای خطاب یک برنامه نمیفهم موسیقی داره بازو هم گاهی می اظهار نظر میکنه اکثر از اینکه مثلا ملا سای وایت گفتن و ایت نباید باشه و ایت رو باید باشه و یک دختره کس تو هم در یکی از برنامه به نام برنامه مادر داره و نمیفهم از کجا از اروپا پخش میشه او خانم هم به اصطلاح گاهی وقتا اظهار موجودیت میکنه و بعد بحث دینی بکنه اگه بحث دینی نکنه به اصطلاح پیشرفت بودن یا تمدن بودن خود نشان میخوای بده مشکل ما ایست که یعنی فرمودی شما حال دین یا بحث‌های دینی یا بحث کردن سر موضوعات کتاب‌هایی که در خانه‌های مردم است و یا مثلا قرآن شریف و حدیث در او طرف فرتیم این بخل یعنی به حد از مرحله گستاخی و بی‌ادبی گذشته که حتی امو اکثر برنامه سازای ما احساس مسئولیت نمی‌کنن یعنی احساس مسئولیت بی که فکر نمی‌کنه که تو هم مسلمان هستی یا از تو هم پرسان میشه نمیشه آقای ایکس وای زد که تو در پشت صفحه تلویزیون نشسته هستی و یک نفر میاد و به مقدسات مسلمان ها و آره فرض کنیم به چهار تا عالم دین هم چیزی گفت گفته شما بیاید تمام رو ظالمای دین بد بگه اما پیغمبر بد نگه اما خدا رو بد نگه اما قرآن رو به اصطلاح توهین نکنه دین ابراهیمی رو به اصطلاح دین شیطانی نکنه متاسفانه اینا یک من بازم مسئول صاحبان تلویزیون میدانم مسئول برنامه های تلویزیون میدانم این افراد خود در هر جا به اصطلاح امو ریزخارا و کسایی هستن که گذشته بسیار ننگینی دارن گذشته بسیار تاریکی دارن و در افغانستان هم تا توانستن جنایت کردن 5000 شهیدی که در افغانستان این چند وقت پیش لستهاشون برای ما خطوع است همی افراد معلوم الحال که اینا حتی قاضی هم محاکم بودن اینا به اصطلاح افسران گارد زمان نجیب بودن که در اونجی کار میکردن اینا را چهرهاشون را مردم میشناسن اما بدبختی و مشکل توسط تلویزیوندارها و افراد نادان و بیسواده که در رأس تلویزیون هاست متاسفانه این افراد خودشان به حد مردمای متاسفانه یعنی پول پرست و ناآگاه از دین هستند که حتی برای از اینا تمسخر کردن به دین یعنی هیچ یعنی و برنامه سازایی هم که چهار قرانی از این طرف یا یک بزنس داره یک چهار نفری برایشان از کدام جای پولای باد آورده برایشان میده اونا هم متاسفانه بحث سیاسی داره بحث راجی به نمیفهم کرزی و برادر کرزی و کاکای فلانی و عمه فلانی داره ولی میای باز میبینی که سر پیغمبر خدا و سر دین سر قرآن باز یک بحث میکنه و باز یک پوسخند خود میزنه میره این بسیار خطرناک است و خطرناک حتی دین از این افراد را و ایمان از این افراد را در خطر قرار میده ما از او هم بگذاریم که یکی ایمانداری دارن ندارن برای خودشان رب داره کرامت انسانیشان احسن تقویمی که خداوند برایشان یک شخصیت داده خداوند برایشان یک مقام داده به عنوان یک بشر اینا رو خلق کرده اقلا مخالف خدا خوب بشناسن بفهمن که خداوند که من رو خلق کرده ما آیا دارای مسئولیت هستم یا نیستم یا ما بیایم در صفحه تلویزیون و چهار سوایی که برای ما سفره و دسترخوان برابر شده و به اصطلاح هر چی می‌خوایم با خداوند بجنگم و با پیغمبر خداوند بجنگم با قرآن خداوند بجنگم خود چی میکنه آخر به کجا میکشنن؟ افرادی مثل از اینا آمدن و ما الحمدلله خیلی قوی تر از سابق پاسخشان دادیم و پاسخشان هم میدیم کلی پایشان رو گذاشتیم تمام نقاطشان علمی بحث کردیم رد کردیم و یک تعدادشان رفتن و سوراخهای خود خزیدن یک طرف تعدادشان هم سوای دیگری خواهند بود اینها ره به جای نمیبرن چون با دین خدا کسی که در افتاد و رفتاد این رو بعد بدانیم کسی با دین اگر در افتاد و رفتاد و خداوند اینقدر به اصطلاح میگه عجب صبر خدا دارد واقعا یعنی خدا شاهده اگر
یعنی صبر و حوصله پروردگار بس بگرنه اگر ایت افرادی که اینو لجاست و تمسخر و توهین و تحقیر با قرآن خدا و پیغمبر خدا و دین خدا و زن خدا به کتاب هایی که از جانب خدا آمده و از جانب پیغمبر سخنان زیبای پیغمبر آمده اینها اینقدر بلجن، حتی یک تعداد افرادی که گذشته های بسیار بدنام شعله ای در افغانستان دارم حال با ترجمه 4 حدیث و 4 کتاب اینها هم واقعا گرفتار همی اسفل سافلین هستن، به خاطر اینکه اینها هم به نل میزنن هم به مخ میزنن، هم رابطه دارن با همی افراد، با همی برنامه صدا روزانه تلفن ها ارتباط دارن و هم میگن که والا این نظر فلان کس نبوده، نظر فلان کس بوده که کلپای شما مانده بشه. اینها چرایشان خیلی برای جامعه مشخص و معین است و متاسفانه هم به اصطلاح اونا رو باغوش میگیرن، هم میان پیش ما سر تعظیم میکنن، دست به سینه میستن که والا شما رو خوب درست فرمودیم، ولی باز پشت سر گوشکی و تماس های شخصی دارن با افرادی که برنامه های ضد قرآنی و ضد دینی دارن. ولی خداوند میشرمانه، دین خداوند دین حق است، دین و هو الحق من ربکم و حق است از جانب پروردگار شما، یعنی خداوند دین خدا ایتنا بوده که مثل از اینا در گذشته ها ای افرادی که شما نام گرفتیم اینا خیلی ضعیفتر و حتی کوچکتر از فرعون ها و از ابو جل ها و ابو لب ها بودن، اونا بسیار مقتدرتر از اینا بودن و کسایی که آمدن توهین ها کردن، تحقیر ها کردن در مقابل پیامبر، در مقابل دین خدا، در مقابل خدا ستیز کردن، چی شدن؟ کسی والا اگه نامشانو بکنه که حال چنگیز کی بود نمیفهم، هلاکو کی بود و ابو جهل کی بود و اینا هستن در تاریخ به عنوان افراد بدنام مطرح هستن و اینا هم شاید چهار سبای دیگری که زنده باشن زمانی که از این دنیا برون عذاب الهی هم گرفتارشان خواهد بود و نفرین مردم هم، و این رو باید بدانن که جامعه مسلمان ما، مردم ما معتقد است، مجموعه مردم را مردم بسیار دوست داشتنی و محترم میدانم، مردم افغان ما، مردم مسلمان ما، مردم مسلمان ایرانی و افغانی و عرب و پاکستانی ما معتقد هستند و اعتقاداتشان کسی از ایشان گرفته نمیتونه. ای که چهار سبای برایشان یک زمینی مساعد شده، اینا نتوانستن تا دیروز او جنایاتی کرده بودن کسی اینا رو به محاکمه نکشاند یا مثلا مان که اینا با پول و سرمایه فرار کنن بیان، امروز برایشان زمین مساعد شده، چهار تلویزیون متاسفانه غیر مسئول اینا رو اجازه میدن که هر لحظه به صرف تلویزیون بیان یک تعریفشان که کرده و باز بعد از اون چهار بد و بیرا به این و آن و به خدا و پیغمبرم بگوین، خیر است مقصد ما رو تعریف کنن، ولی خداوند خودش انشالله قوی تر از همه از ایناست، ویرا قبول داشته باشیم. خداوند الله اکبر من کلهم اجمعین، خداوند از همه از اینا بزرگتر است و خداوند راه روشن و راه بزرگ دین خدا انشالله یعنی خاموش نمیکنه. ما همه معجزات را باور کنیم در تلویزیون ایمان میبینیم، خدا شاهده ما بارها اینو میگم که به خدا قسم ما از هیچ مرجع، از هیچ مؤسسه، از هیچ پولدار دنیای ما کلام پولی بر ما کس نمیرسه، ولی همه چند صد منبر کس با 20 و 50 و 100 هر روزی که من پست باکس باز میکنم یک برادر خواهر 200 دلار 100 دلار 50 دلار 500 دلار پول خود روان میکنه و همین مصرف تلویزیون یک سال و 11 ماه، یعنی تقریبا یک ماه کم دو سال متواتر است، الحمدلله تلویزیون ایمان روشن است و ما در حد که توانیم، حد بندگی ما تلاش که بکردیم الحمدلله در هر جا که صدای حق بوده، صدای دفاع از مردم بوده، صدای دفاع از دین خدا بوده، صدای دفاع از اخلاقیات بوده، دفاع از وجود انسان مکرم و معظم بوده، ما صدای خدا کشیدیم و خدا شاهد هیچ توقعی اجر و مزد و پولی هم نداریم از هیچ کس. تا زمانی که مردم حمایت کنن تلویزیون ایمان چراغش روشن است، برنامه‌اش می درخشه به خانه‌های مردم، دعایش، آذانش، به اصطلاح اذکارش، برنامه‌های تفریحیش بسیار به خوبی مورد استقبال قرار می‌گیره و زمانی که مردم نخواستن ما هم مسئولیت خود ادا کردیم و شما هم مسئولیت خود ان شاءالله ادا می‌کنین. من مطمئنم خواهر و برادر ما بی تفاوت نباشیم، ممکنه یک روز ما باشیم نباشیم، ولی باور بکنیم این افراد بسیار گستاخ هستند، این افراد بسیار بی حیا هستند، این افراد بسیار دیده درا هستند، یعنی می آیند در صفحه تلویزیون با بحث هایی که نمیفهم آزادی است و قرن 21 است و مساوی زن و مرد است و اینا هیچ آگاهی از این مسائل حتی ندارن
و متاسفانه این چاپلوسی ها را خواست به خاطر از این میکنه که خانومش این را از خانهش هم نکشن، چون خانومش برش پول می آوره، خانومش برش امرار معاش میکنه، چون خودش چیزی نداره دیگه. و اینها اکثر از اینا که در کمک ها ویلفیر هستن، آید ویلفیر به نام خانومش میاد، به نام اولادش میاد، و این بیچاره مجبور است بیاید یک چهار کلمه و افراد مثل از اینا. و بازم خب کار خانه زندگیشان است، اما تا زمانی که اینا تعرض به دین خدا نکنن، ما برایشان کارم نداشتیم و کارم نداریم و همیشه هم چلنج داریم و همیشه هم یاد کردیم که بیاین یک همک سر به گریبان کنیم. با کی جنگ میکنیم؟ با قرآن میخوای جنگ کنی؟ با خدا میخوای جنگ کنی؟ با پیغمبر خدا میخوای جنگ کنی؟ با مؤمنین و مسلمانایی که قرآن و دین خدا نور چشمش است، تو با او جنگ میکنی؟ خود نمیتوانی، تو نمیتوانی مرا مانع بشی که نایم از دین خود دفاع نکنم. تو که بر ضد دین و بر ضد قرآن فعالیت میکنی، برای تبلیغ مسیحیت فعالیت میکنی، من نه شما تبلیغ اسلام فعالیت کنم؟ چرا نتوانم؟ چرا نتوانم عقیده خود با قوت بیان کنم؟ چرا مردم نتوانن آزادانه از دین خود دفاع کنن؟ اگر این آزادی برای تو است، برای این مردم هم هست. تو اگر میتوانی یک تلویزیون ضد دینی درست کنی، ما یک تلویزیون دینی درست کنیم، یک قرار ما هم داریم و ما هم یک مؤسسه غیر انتفاعی نان پرافیت و رسما در کشور حق فعالیت داریم، رجیستر هستیم، هیچ کارم نمیتوانی. 100 تا لای رنگ پشت سرت باشه، این تلویزیون جای خود میمانه و با قوت هم بخواد، چون ما هیچ نوع تخطی مالیاتی داریم، تخطی پولی نداریم، همه چیز مصطفی روشن روشن است. $10 $20 $100 $500 در اینجا مصرف شد. بنان ما هراس و ترس از هیچ کدام از اینا نداریم، ولی اینها بار بار دعوت کنین که بیاین با هر کسی که شما نزاع داریم، بیاین بحث های زیاد اجتماعی بکنیم، بحث های زیاد سایکولوژی بکنیم، بحث های زیاد زراعت و کشاورزی خود بکنیم، بحث های زیاد فلسفی خود بکنیم. هر چی میخوایم به گوته و به نیوتن و به گالیله و به ابن سینا و به نمیفهم به حتی به علمایی که در طول تاریخ گذشته بگیم، برای ما بگیم، هیچ مشکلی نیست، اما به حریم خدا و پیغمبر تعرض نکنیم، زن پیغمبر را به تمسخر نکشانیم، نگوییم که پیغمبر با زن مرده تجاوز کرد، دروغ نگوییم، تعریف نکنیم در سخنهای خود، کتاب خدا را تعریف نسازیم. بس است، یعنی تا به کی شما با کی می جنگیم؟ نمیتوانیم، با خدا قسم نمیتوانیم، با خدا قسم شما رسوا و خار میشیم و از این هم بدتر خار شدیم. شما امروز مردم چهرهای شما را شناخته، شما شاید یک روز به یک فاتحه یا یک مسجد میرفتین، دو نفر مقابل شما ایستاده، آره دو نفر چاپلوسی که با شما پشت سر تلفن داره و ارتباط داره، اونا جایشان، شما تعریفشان کنیم به تلویزیون، اونا تعریف شما را از تلفن بکنن، اونا را مردم میشناسن. یک روز ما در صفی تلویزیون چهره از اینا را معرفی خواهیم کرد.